الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعین و بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران و خواهران عزیز و گرامی حاضر در مسجد و دوست برادران و خواهران عزیز و گرامی از طریق فیسبوک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک باز هم در شام چهارشنبه قرار داریم. امشب البته 22 ماه مارچ سال 2017 است. ان شاء الله رحمان به توفیق پروردگار از وجل در برنامه از پرتو قرآن عظیم شان در تفصیل سوره های کوتاه پاره 30 کلام الله مجید سوره مبارکه بلد را ان شاء الله رحمان به خوانش خواهد گرفتیم. در ابتدا از اینکه به عنوان یک افغان مهاجر در دیار غربت و هجرت زندگی میکنیم، سال جدید است 1396 هجری خورشیدی در وطن الحمدلله آغاز شده. پیشا پیش و هموطنان عزیز و همه برادران و خواهران افغان ما تبریک عرض میکنیم. امیدوار هستم که سال جدید سال خیر باشد، سال خوشی باشد، سال پایان دردها و غمها و ملت درد رسیده و رنجیده ما شما باشد، سال آرامش و صلح سرتاسری در افغانستان عزیز ما باشد، سال خاتمه جنگ ها باشد، خاتمه نفاق و شقاق باشد و از هر گوشه و کنار وطن صدای محبت، صمیمیت، دوستی در میان وطنداران ما و شما بلند باشد. با این امیدواری و آرزومندی ان شاء الله رحمان سوره مبارکه بلد را ابتدا قرائت، بعدا ترجمه و در پایان تفصیل سوره مبارکه را از دیدگاه مفسرین کرام خدمت شما به عرض خواهم رسانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. سورة مباركة بلد ترجمة آيات مباركة بشكل تحت اللفظي قرار زائر است. لا أقسم بهذا البلد قسم به این شهر یعنی مکه مکرمه. و انت حل بهذا البلد و تو پیامبر علیه السلام که ساکن این شهری و والد و ما ولد و سوگند به پدر و فرزندی که پدید آورد. لقد خلقنا الانسان فی کبد به تحقیق که انسان را در سختی ها و دشواری ها خلق کرده ایم.
ایحسبو ان لن یقدر علیه احد، آیا او میپندارد که هیچ کسی بر او قادر و توانا نیست؟ یقول اهلکت مالا لبدا، میگوید همی انسان گویا سرکش که مال بسیار زیاد را برباد کردم یا خرج کردم یا مصرف کردم. ایحسبو ان لم یره احد، آیا این انسان میپندارد که هیچ کس او را نمیبیند؟ الم نجعل له عینین، آیا برای او دو چشم را نیافریدیم یا قرار ندادیم؟ و لسان و شفتین، و زبان و دو لب را نیافریدیم؟ و هدیناه النجدین، و او را به دو راه یعنی خیر و شر، راه حق و باطل دلالت کردیم. فلقت حمل عقبه، مگر او یعنی امی انسان سرکش از گردنه سختی ها و دشواری ها نگذشت یا این گردنه سختی ها و دشواری ها را طی نکرد؟ و ما ادراک ما العقبه، و تو چی میدونی یا تو چی چیز تو را دانا ساخت که عقبه چی است؟ فک رقبت، آزاد کردن غلام، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا طعام دادن در روز گرسنگی یا قحطی، یتیما ذا مقربه، طعام دادن برای یتیم خویشاوند یا قریب صاحب قرابت، او مسکینا ذا متربه، یا مسکینی به خاک نشسته یا فقیر و یا به خاک آلوده شده. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، سپس آن کسی که ایمان آورد و توصیه به صبر و بردباری کرد و توصیه به شفقت و مهربانی نمود. اولئک اصحاب المیمنه، همچو افراد یا همچو گروه نیکبخت میمون هستند. والذین کفروا به آیاتنا هم اصحاب المشأمه، و کسایی که به آیات روشن و آیات کلام ما کفر ورزیدن، ایشان اصحاب شقاوت و اصحاب بدبخت هستند یا گروه بدبخت هستند، شوم هستند. علیهم نار مقصده، و بر ایشان است آتش فرا گرفته از هر جهت. این بود سوره مبارکه بلد با ترجمه تحت لفظیش. حالا میریم به سراغ از اینکه این سوره مبارکه در ارتباط کدام یک از سوره های قرآن عظیمشان جا دارن، که یا سوره های قرآن عظیمشان یا مکی بوده یا مدنی. سوره مبارکه بلد سوره مکی است، از بعد سوره مبارکه قاف نازل شده. در حساب ترتیب نزولی خود 35 سوره است، به حساب مصحف 90 سوره است، تعداد آیاتش 20 آیات باشد. زمانی که سوره را به عنوان مکی میشناسیم، طبعا باز به خاطر ما سپرده می شود که سوره های مکی با موسی محور بسیار عمده که مهمان توحید، رسالت و مسئله معاد بحث می کنند. این سوره مبارکه وجه تسمیش از آیه اول این سوره گرفته شده، لا اقسم بهذا البلد، و کلمه بلد دو بار در این سوره تکرار شده، و اسم از این سوره به می اساس زمین کلمه که بعد ارزشی کلمه را میبینیم که در کجا هست انشاءالله رحمان. باز یعنی نامگذاری از این سوره مبارکه به اسم بلد یک نامگذاری بسیار بجا بوده. سوره مبارکه بلد به مثل سایر سوره ها ارتباطش با سوره های چه قبل و چه بعد البته وجود دارد. یکی از ارتباطات از سوره مبارکه با سوره مبارکه فجر، در سوره مبارکه فجر پایان سوره به اصحاب
یا به گروه صاحبان نفس مطمئنه یادآوری میکنم و بحث میکنم. حالا که این سوره مبارکه صاحبان نفس مطمئنه را با ارتباط سوره قبلی به این عنوان یاد میکنه که در اینجا افرادی واقعا نعمتهای پروردگار عز و جل را تک تک شمرده به او اقرار کرده و بعدا در زمره اصحاب یمین یا اصحاب نیکو شامل شده و به صفت افراد صاحب نفس مطمئنه در پیشگاه خدای عزوجل از مقام و منزلت خاصی برخوردار خواهد بود. در این سوره مبارکه ابتدا از عظمت و اهمیت شهر مکه مکرمه بحث میشه، بعدش از اینکه انسان یک موجود قابل ارزش در جهان است از سختی ها و دشواری های از این بحث میشه، شمردن نعمت های خود پروردگار از بجل بر انسان ها یاد میکنه و سرانجام انسان را چون فاعل مختار در همه امورات است بعد نتیجه کارش را برش هم اعلام میکنه. یعنی مکتبیات از این سوره به می شکل است. حال میم به تفسیر سوره مبارکه. کلمه آیه اول از این سوره مبارکه که لا اقسم بهذا البلد است، یعنی در اینجا کلمه لا اقسم یعنی سوگند یاد میکنم به شهر مبارک. و شهر مبارکه که در قرآن عظیم شان بعض وقتا دوستان عزیزان میبینید که به شکل اجمالی یک کلمه در اونجا تذکار داده شده، ولی تفسیر از او یا توجیه از او نخست از طریق پیغمبر علیه السلام و بعدا علمای بزرگ با توجه به خود جمع از آیات قرآن عظیم شان و یا فرمایشات حضرت رسول علیه السلام توجیهات زیبای البته ارائه شده میباشد. بنابراین در ابتدا لا اقسم به هذا البلد، کلمه میگه لا اقسم سه بار در قرآن عظیم شان ذکر شده، سه بار، مثل در اینجاست مثل لا اقسم بیوم القیامه و یک جای دیگه هم هست. البته این کلمه یا حرف لام الف یا لا بنابر تفسیر بعضی از مفسرین کرام میگن که این لای زیادت است و در اصل از این است که یعنی سوگن یاد میکنم. و در جای دیگه باز ایت تفسیر میکنه میگه که ما کلمه لا اقسم را به معنای نفی میکنه که یعنی سوگن نمیخورم، ضرورتی به سوگن هیچ نیست، برای اینکه اهمیت شی ثابت و معلوم است. بنابراین بلدی که در اینجا از به او سوگن یاد شده اهمیت از این برای همگی معلوم است، به این معنا که این بلد عبارت از مکه مکرمه است و قدسیت مکه مکرمه بنابر موجودیت نخست کعبه شریف است. کعبه شریف چون در این شهر قرار داره بنابراین بر ارزش و بر اهمیت از این شهر افزوده شده باشد. بنابراین الله متعال میگه که سوگند به این شهر میخورم که این شهر قدسیت خاصی برخوردار است و حتی قدسیت مکه مکرمه با موجودیت کعبه شریف در گذشته ها قبل از بعثت حضرت رسول علیه السلام هم مطرح بود و از این خاطر ای کعبه شریف را با موجودیتش در مکه مکرمه به عنوان حرم یاد میکردن و اعمال را که در خارج از ساحه حرم انجام میشد در داخل حرم قطعا این را انجام نمیدادن، از به عنوان منطقه حرام جلوگیری از تمام او اعمال را که در بیرون میکردن در اینجا جلوگیری میکردن. بنابراین قدسیتش قبلا معلوم بود. پس الله متعال وقتی که سوگند یاد میکنه که سوگند میخورم به این شهر مبارک، یعنی این شهر واقعا از یک منزلت خاص برخوردار است و قابل اهمیت است. و مثل که در گذشته ها هم انشاءالله رحمان به خاطر دوستا باشه که یادآوری کردیم که هرگاهی که الله سبحانه و تعالی سوگند یاد میکنن، سوگند پروردگار از جل به منزله سوگند انسان ها نیست، بلکه سوگند پروردگار از اهمیت یک شی، از قدسیت یک شی، از ارزش یک چیز دیگه، نقشی از او در زندگی انسان ها الله سبحانه و تعالی یادآوری میکنه. اما انسان را یا بندگان مؤمن خود را به صورت خاص میگه که
به جز ذات باری تعالی به هیچ چیز دیگه شما سوگند خوردن حق ندارید. حتی رسول علیه السلام میگه که من حلف به غیر الله فقط کفر و اشرک. هر کسی که به غیر الله سبحانه و تعالی به هر چیزی سوگند بخوره در حقیقت کفر ورزیده و شرک میکنه. و اگر این چون در میان ما و شما مردم با کمال تاسف از گذشته هایت معمول بوده که بعضی دوستان عزیزان از این قسم های لغو است که به این عنوان مثلا قسم به سر پدرم، قسم به سر مادرم، قسم به زیارت و قسم به این بسیار چیزا معمول بوده، سر به سر اولادم قسم است. این قسم ها قسم های لغو است که خوب نیست. وقتی که آدم میفهمه نباید هیچ اصلا سوگند خوردن ضرور نیست، مگر اینکه در جایی که آدم بتونه که جانب مقابل در یک امری که بر او میخواد که گواهی بدهد یا بر او یک خبر برسانه، اگر در نهایت نپذیره باز میگه که سوگند به الله هست که قضیه من صادق هستم بر تو چیزی را که میرسم یعنی تو باید بپذیری. دیگه باقیش باز بگذارم. در غیر از اون سوگندهایی که در میان ما و شما مردم متاسفانه معمول بوده، سوگندهای خوب نیست و باید از این مردم جلوگیری بکنن. به هر حال این آغاز گپ است که الله سبحانه و تعالی از قدسیت شهر مبارکه مکه مکرمه با موجودیت کعبه شریف یاد میکنه با این سوگند بجا هست به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی. و بعدش و انت حل به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و اشاره به خود پیغمبر علیه السلام که ای پیغمبر علیه السلام تو ساکن از شهر هستی، یعنی قدسیت دومی که بر از شهر داده می شود، یکی وجود کعبه شریف، دوم ولادت با سعادت پیغمبر علیه السلام و دگرگونی هایی که پس دوباره در شهر ایجاد می شود. و بعدش هم بعد از 40 سال عمر شریف پیغمبر علیه السلام که مبارک به پیغمبری مبعوث می شود، این از قدسیت دیگه است که الله سبحانه و تعالی بلد را دوبار در اینجا تکرار من یادآوری کرده. و طبعا می فهمیم که بعثت پیغمبر علیه السلام واقعا یک دگرگونی، یک تحولی بس بزرگ را آورد و می کعبه ای را که الله سبحانه و تعالی اساسش به عنوان هدایت جامعه انسانی قرار داده بود و در مرور زمان ای از بین رفته بود، دوباره ای را احیا میکنه و زنده میکنه و توسط شخصیت حضرت رسول علیه السلام گویا ای احیا میشه و تا به امروز ثمره زحمات پیغمبر علیه السلام یارای مبارکیشه ما شما میچشیم و میبینیم که این شهر واقعا همون قسم که الله برش سوگند یاد میکنه قدسیتشه، عظمت و بزرگی زیره. و میبینیم که در 24 ساعت شبانه روز، در 24 ساعت لحظه ای نیست که کعبه شریف بی طواف باقی بمونه. و حتی در پیغمبر علیه السلام میگه در هنگام نمازهای فرضی که همه به جماعت ایستاده میشن، میگه ملائک این کعبه شریف طواف میکنه، یعنی کعبه هیچ وقت بی طواف باقی نمونه. پس واقعا از یک قدسیتی بسیار خاصه این برخوردار است. در اینجا در این کلمه و انت حل به هذا بلد مفسرین کرام بسیار تفسیرهای مقبول کردن. یکی اینه میگن که معنایش همی است که گفته شد یعنی تو ساکن از شهر هستی پیغمبر هستم، بنابراین قدسیت از این به موجودیت توست. دومیش این است که دشمنان شخصیت تو برای از اینکه تا زمانی که 40 سال عمرت در میان از اینها گذشت تو عزیز اینها بودی، امینشان بودی، آله به تو بسیار کلمات ناروا، کلمات بسیار ناسزای را نصار مبارک میکنن. و در اینجا اسم میگه که و انت حل به هذا بلد و به این شهر اینها بر خود حلال میدانن استهزاء کردن علی عز بالله را بر تو، اینها بر خود حلال میدانن سخنان ناروا را، سخنانی که تو را آزرده میزنه. و بعدش معنای سیوم از این همه میشه که و انت حل به هذا بلد، میگه این شهر با مو حرام بودنش و در این منطقه که همه چیز گویا حرام قرار داده شده ولی زمان خواهد رسید، این پیش بینی های غیبی است که جانب الله سبحانه و تعالی داده می شود که امی مردم با می هاناتاشم بالاخره درسی از این بدبختی خود را خواهد دیدن و بر تو حلال می شود که با افراد شقی و با افراد بغاوت کننده و افرادی که در دشمنی بر دین اسلام عزیز و به دشمنی تو قرار بگیرن بالاخره ریختن خونشان هم به تو حلال می شود در امی شهر. و این تنها و تنها به پیغمبر علیه السلام این امر داده می شود، چنانچه در سال فتح مکه بعد از 8 سال هجرت رسول علیه السلام این کار صورت می گیرد،
ابتدا اعلان های صورت میگیرن از جانب پیغمبر علیه السلام و بعدا کسایی که در سرحد بغاوت قرار میگیرن، چنچنان یک تعداد از افرادی که هدایت از پیشم به صورت کل ساقط شده، اونها واقعا در امی شهر بالاخره گویا بدار آویخته هم میشوند، یعنی خونشان ریخته میشود. و تنها رسول علیه السلام میگه امروز برای ما این امر از جانب الله سبحانه و تعالی این در فتح مکه داده شد، دیگه بس حرمت از این شهر تا روز قیامت نگاه است، بازم دیگه کسی نمیتونه چنین کار را گویا انجام دهد. و بعدش الله سبحانه و تعالی سوگند دیگری یاد میکنه که و والدین و ما ولد و قسم از به پدر و فرزندی که پدید آورد. اینا کلش از علایم قدرت پروردگار از بشر است. الله سبحانه و تعالی پدر را که به عنوان ابوالبشر سیدنا آدم علیه السلام است، او را به وجود آورد و خلقت آدم یه خلقت عجیب است. از گل پخته شده سفالیشته الله متعال شخصیت را به عنوان آدم خلق میکنند. در اینجا واقعا دست بلاکیف و قدرت پروردگار عز و جل وجود دارد. ولی بعد از او سلسله پیدایش را یا سلسله تولد و تناسل را نه تنها در انسان ها بلکه در همه موجوداتی که به عنوان موجودات زیرو حی هستند این اساس گذاشت. حیوانات هم به سلسله تولد و تناسل به می شکل گویا جنس مذکر و مسئله جنس مؤنث و القای بین از این دو مسئله سرانجام ازدیاد نسلشان چه انسان ها چه حیوانات همه زی از قدرت های پروردگار از بجل است. بنابراین الله سبحانه و تعالی اگر سوگند یاد بکنه به پدر و بعدش به فرزندی که پدید آورد و نه تنها این موقوف میشد به سیدنا آدم و اولادش، بلکه این حتی به همه پدرها یعنی به همه گویا پدران و اولادهایشان و به همه نسلهای از جانب الله سبحانه و تعالی باقی و پایدار باقی ماند. آلی سوگند ها یاد شد. همیشه یاد کردیم که بعدش الله سبحانه و تعالی سوگندها را جوابشان میگوید. و والد و ما ولد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. و در حقیقت ما انسان را میگه در دشواری ها و سختی ها آفریدیم. و واقعیت امر می است که انسان از زمان آفرینشش تا زمان رفتنش از دنیا در تب و تلاش، در قبول مهنت ها، در زحمت و در تکالیف شب و روزی می باشد و این هر کسی احساس می کند. هر خانواده احساس می کند که انسان در مشقات و در تکالیف و سختی ها هست و هیچ چیزی به اسلام مفت و رایگان به دست آدم نمی آید مگر اینکه آدم تکالیف و مشقات را قبول دار شد. و از طرف دیگر این را هم نشان می دهد به اینکه چون این سوره های مکی است، دشواری هایی که متوجه حضرت رسول علیه السلام بشود در حقیقت صلای دل پیغمبر است که انسان در دشواری ها هست شده باکی نداره که اینها براتون این مشکلات و این زحمات را ایجاد میکنن، باکی نداره که به هر کس تکالیف و مشکلات به اصطلاح به پیش روش انداخته میشود. ولی اگر انسان باز در مسیر این همه مشکلات، در مسیر این همه دردها و رنجها هدف را دنبال بکند، بالاخره این دشواری ها را از سر راه خود دور میزاده به هدف نهایی خود خود حتما خواهد رسانید و سرانجام در یک زندگی پر از مرفه و آرام انشاءالله رحمان خواهد رسید و فردای واپسی میشه. از این خاطر الله سبحانه و تعالی یاد میکنه که لقد انسان، لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان در دشواری ها، دشواری ها را اگر دوستان عزیز آدم از این منظر بگیره که همین دنیای امروزی را آدم بگیره، در عرصه سیاست چقدر مشکلات است، در عرصه رسیدن به قدرت چقدر مشکلات است، در عرصه رسیدن به ثروت ها چقدر مشکلات است، در همه عرصه ها آدم اگر ببینه و حتی در عرصه یک خانواده که آدم بخواه، خود آدم، فرزند آدم، او دوستای آدم، عزیزای یک کسی به اصطلاح به سرمنزله های مقصود برسه، باید که عالم دشواری ها را آدم پشت سر بگذارنه، عالم دشواری ها را قبول دارشه. همین روز ما و شما یک عنوان توده مهاجر در کشورهای بیرونی آمدیم، خود ما این احساس در پیش ما وجود دارد که در یک کشور، در یک وطن زاده شدیم و به زحمت از امو کشور و به عنوان یک سرمایه های معنوی همین و شما قرار داشتیم که یک روز به استرا این وطنی که ما در او زاده شدیم از آب و هوای از همه چیزهای از او استفاده بردیم، حق از این وطن را ادا بکنیم.
اما با کمال تأسف که جبر تاریخ چنان ساخت که ما شما را از وطن به اصطلاح در یک گوشه دیگه پرتاب کرد و همین خودش یک عالم سختی ها و دشواری ها بود، یک عالم مشکلات بود. امروز ما بعض از جوانان عزیز را مثل جلیل احمد جان، سفیور جان شان میبینم که به عنوان یک مهاجر امروز تنها دور از خانواده، دور از همه دوستان عزیزان خود در اینجا هستند. این حالت بر از اینها هم یک عالم دشواری هاست و خانواده های عزیزشان هم کسب پیش شانی فرزندان نازنینشان دونست به اونها هم یک عالم دردها و رنج هاست. ولی همین دشواری ها و رنج ها را آدم میپذیره و به ارتباط اون سوره های پیشتر گفتیم فانما مع العسر یسرا، انما مع العسر یسرا، ان شاء الله رحمان با سختی ها را آدم پذیرا شدن و بالاخره سختی ها و دشواری ها از بین میره و راه سهولت ها هم پیدا میشه. اینا و این با آدم باز وقتی که زندگی خود با دشواری ها میبینه گویا آدم خدای نخواسته دست و پاچه نشه، باید بردباری و حوصله مندی را حفظ بکنه. و ما و شما میریم به صدر اسلام عزیز، این آیت در زمان نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله با عالم مشکلات دست پنجه نرم میکرد، با عالم مشکلات مواجه بود، ولی رسول علیه السلام و یارای مبارکش این را پذیرفتند. حضرت بلال یک زندگی تقریبا آرام را در خانه امیه بن خلف داشت، حضرت ابوبکر صدیق عالم سرمایه داشت، حضرت عمر به اسلام مرد قوی میدان بود، حضرت عثمان غنی بود، حضرت علی جوانی بود که با جوانی خود به اسلام کوه را زیر پا میکرد و از گوشه به گوشه میخزید و میرفت. اما همه اینها را فقط به خاطر اسلام عزیز، اینها سرمایه های خود از دادن، سرمایه های مادی خود از دادن، سرمایه های وجودی خود از دادن، همه چیز را، ولی به خاطر یک هدف دشواری ها را قبول کردن و پیشتر گذاشتن. و امروز ما و شما میبینیم که واقعا نام نامی از اونها ورد زبان هاست. از بلال به عنوان یک شخصیت بزرگ و با عظمت اسلام و با نثار کلمه رضی الله تعالی عنه یاد میشود، اما از امیه بن خلف با همه سرمایش که نتانست وسیله نجات شود، امیه بن خلف همیشه نفرین میشه و بلال رضی الله تعالی عنه نثارش کلمه رضی الله عنه میشه و از فداکاری ها و جان نثاری هایش یاد میشه. اونها قبول زحمات کردن، مشکلات پذیراشن و بالاخره به اکثر منزل مقصود رسیدن که نام نامیشان تا امروز باقی ماندن. به هر حال دوستان عزیز، یعنی ما دمی دشواری ها و مشکلاتی که الله سبحانه و تعالی یاد میکنه که انسان را در دشواری ها و مشکلات خلقش کردیم، یعنی آماده میسازه که انسان را که متوجه باشه که گاه و بیگاه در رسیدن به مقاصد و اهداف 100% با عالم مشکلات، با عالم رنج ها، با عالم تکالیف روبرو میشوی و اینها را باید با جبین گشاده بپذیری. و اگر ارتباط آدم با خالق آدم باشد، پذیرای هر نوع مشکلات بر آدم بسیار سهولت است. سبحان الله، مو سخن به یادم آمد آدم که خدمت شما عرض بکنم، پیغمبر علیه السلام وقتی که در غزوه بدر قرار گرفت به خداوند عزوجل زوری کرد و گفت که توده قلیل را به توده کثیر امروز پروردگار تو غالب نسازی، دیگر چه کسی خواهد بود که تو را باز عبادت بکنه؟ این دشواری ها را میدید رسول علیه السلام. یا زمان هم بود که پیغمبر علیه السلام با عالم این تکالیف و این رنج ها را وقتی که میدید به خداوند عزوجل عذر میکرد که بار الها، حتی یک وقتی در بر پیغمبر علیه السلام وحی یک مقدار به اصطلاح توقف کرده بود، زمانگیر شد، رسول علیه السلام متاثر بود. بالاخره گفت پروردگار اگر تو از ما آزرده نباشی، قبول این همه تکالیف و مشکلات برای من گویا کنم رنجش خاطر نیست و من امیدوارم که تو از ما آزرده نباشی. بنابراین اگر هر نوع مشکلات و هر نوع تکالیف برای ما و شما میرسه یا به هر انسان میرسه و ایراد فقط به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی بپذیره، ان شاء الله رحمان دشواری ها سرانجام رد شده نیست و از پیشش دور میشه. بعدش لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد. آره، این چیزی که پروردگار از بچل انسان را، بعض انسان ها با کمال تاسف به بیراه میرن، انحراف میکنن و اونایی که فکر میکنن که هر کار را که اینها انجام میدن هیچ کسی نیست که گویا بالای از اونها مراقب باشد، اینو فکر میکنن که هر کار را که گویا پیشه کردن ادامه میدهن و بالاخره با هر نوع
اعمالی که اینها مرتکب میشوند فکر نمیکنند که بالای از اینها کدام کسی دیگری هم به عنوان قادر مطلق وجود دارد. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. بعض از انسانها در زمان صدر اسلام با پیغمبر علیه السلام بسیار رنجها را برشان ایجاد کردند، بسیار موانی را روی کار حضرت پیغمبر علیه السلام گذاشتند و این سبب میشد پیغمبر علیه السلام آزرده میشد و وقت فکر میکرد که با ایجاد از این موانی بالاخره این خطی را که به عنوان خط اسلام کشیده شده از سر رای خود بر میدارن و میگفت که هیچ کسی نیست که با این قدرتی که ما داریم، با این سرمایه‌ای که ما داریم، با این فرزندانی که ما داریم، با این ستیزه‌جویی که ما داریم، کسی نمیتونه در مقابل ما ایستاده شود. خداوند از او خاطر به این مردم نوع اخطاریه صادر میکنه. ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا. میگه اینها تو فکر میکنن که ما عالم به اصطلاح سرمایه را در این راه مصرف کردیم، خرچش میکنیم تا اینکه موانع ایجاد بکنیم که امروز همین دشمنی ها را در گوشه و کنار دنیا علیه اسلام عزیز آدم میبینن و صراحت معلوم میشود که فکر میکنن که با این مصارف هنگفت و با این ایجاد موانع و مشکلات گویا خدای نخواسته اسلام را از سر راه برمیدارن. یک اشتباه واقعا محض است و در برابر این دین برحق آسمانی در گذشتان کس قرار گرفته نتانست، امروز هم کس قرار گرفته نمیتوند و دین جای خود بالاخره به سوی حق انشاءالله رحمان میپیمد. از این خاطر الله سبحانه و تعالی آیت میکنه که لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا انسان میپندارد که بر او هیچ کس قادر نیست؟ بلکه کسی به عنوان قادر مطلق وجود دارد و حتما تمام اوضاع زیر مراقبت از او جدی قرار دارد و سرانجام انسان با همه مصرفش و همه مالی که از هر مدرکی به دست آورده و اینه میگه من خرج کردم برباد دادمش. مثل که یکی از افراد بعض تفاصیل نامش گرفتن، بعض تفاصیل نام نگرفتن، گفتن که افرادی بود در وقت زمان در زمان پیغمبر هستن صاحب سرمایه ها زیاد بودن و سرمایه خود خرج میکردن تا این که موانعی رو به پیغمبر علیه السلام ایجاد بکنن. با زیاد تر انجام وقتی دیدن هیچ چیزی برشان کارگر نیفتاد، هر چیزی که مصرف کردن مصرفاشون به اصطلاح غمخور کارشان نشد، کارشان رو بسر منزل مقصود نرسید. بالاخره نادم بهش ایمان شدن و گفتن که از یک طرف اینها خودشان صدا کردن که ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آره بر از اینها گویا کسی قادر نیست، یقول اهلکت مالا لبدا، مال بسیار مصرف کردیم، خرج کردیم و چیزی به دست ما نیامد. بعدش الله سبحانه و تعالی از بابت از این افراد میگه الم ایحسب ان لم یره احد. اینهایی تو فکر میکنه که هیچ کسی برن اونها را نمیبینن، این افراد باغی و سرکش نمیبینیشان. خداوند از وجل به عنوان نعمت خود یاد میکنه الم نجعل له عینین. عجیب باریکی های در پروردگار از وجل میکنه. آیه میگه برای شما انسان ها دو چشم قرار ندادیم؟ این چشم را از لحاظ شکل ظاهریش که وقت مطالعه میشه، اگر به یاد دوستا باشد یکی از آیات پیشتر خوانده بودیم که الله سبحانه و تعالی انسان میگه که ما انسان را و نفس و ما سواها و سوگند به نفس و ذاتی که او را برابر ساخته تنظیم کرده. امی تنظیم وجود همیش از قدرت های پروردگار است، از قسمت سر تا قسمت نوک پا شست پا همه از اینها از قدرت پروردگار است بجرد و هر کدام از این برابریش به شکل شده که واقعا نظم خاصی به وجود بخشیده. بنابراین الله سبحانه و تعالی میگه اگر نگاهی به چشم بکنن آیا ما بر از اینها دو چشم قرار ندادیم؟ گاهی آدم فکر میکنه اگر انسان صاحب یک چشم باشه، شما ببینید با یک چشم یک چشم خود اگر آدم میتونه پد بکنه این طرف اون چیزی که به طرف چپ موز بود دیده نمیتونه یا راست، یا خدای نخواسته چشم کجی داشته باشه، باز وقت افرادی که مبتلا به این تکلیف باشه باز با میفهمه که چشم چی نعمتی بوده. امی چشم خودش در یک مجرای قرار داده شده که واقعا از عظمت و قدرت پروردگار از بجر است. امروز به اسلام متخصصین چشم میدانند که در این چشم چی موادی وجود دارد و چه قسم الله پاک به این به اسلام دربانه های قرار داده، از یک جهت میجه، از یک جهت پلک، از یک جهت ابروز. همین ابرو و میجه و خود همین پلک ها باور بودین که تنها به این نعمت اگه آدم فکر کند عالمی از قدرت پروردگار از وجل دمی آدم یافت.
سبحان الله. خداوند میگه که آیه چشم شما هست. این چشم از یک منظر، از اینکه در صورت ظاهری یا فیزیکی از این نگاه میکنی، ولی از منظر دیگه ایست که با می چشم عالم چیزها را آدم چی در شب و چی در روز میبینه، چی در شب و چی در روز میبینه. و اینا رو شما تصور بکنید که نه تنها خود نعمت چشم، بلکه مواد که داخل از این قرار داده شده یک نواخت چی داره نمیبینن. گاه ما با رنگ های مختلف هر چی رو میبینیم، رنگ را سبز میبینیم، رنگ را سرخ میبینیم، رنگ را زرد میبینیم، رنگ را فولادی میبینیم، رنگ را سیاه میبینیم، رنگ را سفید میبینیم. سبحان الله، همه از این واقعا از قدرت های پروردگار است. در چشم ما چی قرار داده شده که ما میتونیم این رنگ های متنوع و مختلف را گویا ببینیم. این از منظر دیگه‌ش که آدم مطالعه میکنه. و از منظر دیگه‌ش پروردگار از اون میگه که این انسان هایی که فکر میکنن که هیچ کس رو نمیبینه، ما ذات هستیم که تو را میبینیم. اگر هیچ چیز خودت دید نمیدین، یک دفعه چشم تو پد که همه چیز در دست رفته. ولی ما هستیم که چشم به تو دادیم. تو نمیشه که با این چشم به مناظر بزرگ ما نگاه بکنی و ما را اگر از دلایل نقلی نمیپذیری، از طریق دلایل عقلی هم میتونی که قادر شی به اینکه ما را بپذیری به حیث ربتان است. و چنانچه الله سبحانه و تعالی در سوره ورقه الملک میگه فرجع البصر هل ترى من فطور، میگه چشمت باز یک بار دیگر به اصلاح و فطرت ما، به سوی کهکشانهای ما بکشان. آیا چیزی خالیگاه در این خلقت میبینی؟ اینا کلش از بظاهر قدرت است و با چشم آدم این چیزها را دیده میدنه. بنابراین الله سبحانه و تعالی از این نعمت و عنوان یک نعمت عظیم یاد میکنه و ما هستیم که به تو چشم، دو چشم قرار دادیم. و لسان و شفتین و همین قسم زبان و دو لب را به شما قرار دادیم. و سبحان الله، آدم وقتی که میبینه که زبان چی وسیله است، از یک لحاظش وسیله، اگر در صورت ظاهریش میگیم وسیله ذائقه است برای ما. توسط زبان ما ذائقه ها را تمیز و تشخیص میکنیم، شوری را میدانیم، تلخی را میدانیم، تندی را میدانیم. و حتی امروز از نقطه نظر طبابت امیز یک زبان گوشتی بسیار کوتاه به سه قسمت تقسیم میشود، قسمتی به تلخی است، قسمتی به شوری است، قسمتی به تندی است. و اینا رو فکر کنید اگر این زبان در دهن انسان نباشد، نه حس ذائقه وجود خواهد داشت و نه قدرت کلام برای کسی میسر خواهد بود. و پروردگار از جل میگه این ما برای شما، آیا شما نمیگه آیا حسب علم یرد و حد، انسان همه تو گمان میکنن انسان های باقی و سرکش که هیچ کس رو نمیبیند، بلکه ما هستیم که رو میبینیم. چشم برای قرار دادیم از نعمت ماست، زبان برای دادیم از نعمت ماست، حس ذائقه تان توسط زمین امیر لذت خوراک کباب رو ما توسط زبان درکش میکنیم. اگر زبان نباشه لذت از این چیزها، و از طرف دیگه این زبان است به امرای دولب، به امرای دولب این نعمت را شما میدین. امیر آده که ما به امرای شما عزیزان صحبت میکنم و کلام الهی را انتقال میدم، اگر زبان و دولب ما حرکت نکنن و اینها قادر به این نباشن، هیچ کلام از دهان ما بیرون شده نمیتونه. اندوخته های علمی هر یک ما و شما شاید که در ویست داده ها با ما و شما باقی بمونه و قدرت کلام از شما گرفته شد. خدای نخواسته اگر یک زمانی به کسی مرض فلج یا استروک، و می استروک خدا نه اکثرا از استروک از یک ناحیه دهانی که پا شروع میکره، سیاه کسان معاجی و میتکی میشه، باز میگه که بیچاره اونم بهترین دانشمند، بهترین عالم از تکلم با اصطلاح باقی مانده. پس ما قدر نعمت ها رو دوستان عزیز باید بدانیم، باید بگیم پروردگار تو واقعا صاحب قدرت و عظمت هستی، شکر به این نعمت هایی که به ما ارزانی کردی. بنابراین الله سبحانه و تعالی میگه که ولسان و شفتین، زبان و دو لب رو بر شما قرار دادیم، به عنوان دو نعمت هست. و از طرف دیگه این زبان سبحان الله چی استعدادهایی را در انسان ها نهاده است. بر علاوه این مسائل حس ذائقه دیگر کیفیت شو میریم، ما زبان خود تکلم میکنیم، به زبان های مختلف گپ میزنیم، به زبان های مختلف. پس از اینجا دوستان عزیز، هر کسی که خدای نخواسته زبانی را حقیر بشماره، پس معلوم میشه که در قدرت پروردگار از بیتنی دخارت. امروز زبانی که اگر دوست عزیزی به پشتو تکلم میکنه، به فارسی تکلم میکنه، به ازبکی تکلم میکنه، به پشهی تکلم میکنه، به هزارایی تکلم میکنه، بعد هراتی تکلم میکنه، بعد
انگلیسی تکلم میکنه، به عربی، به هر زبانی در دنیا هست. اینها این قدرت های پروردگار، ما در اینها باید مظاهر قدرت الله را ببینیم، نه اینکه افتخار خود ما را در اینها ما شما قرار بدیم. اینها مظاهر قدرت پروردگار است. بجرد با کمال تاسف امروز جهان میبینه که حسین این کشورهای ما شما چقدر عقب افتادیم. از یک طرف جمهوری اسلامی در فرق ما نشته است و از طرف دیگر در زیر چتر اسلام حرکت نیست. این مظاهر قدرت است. باید اینکه ما حقیقتا درکش بکنیم اینها از قدرت های پروردگار عزت و جل است که به ما اینو هست. به هر حال دوستان عزیز، یعنی ارزش این چیزها را وقت آدم میفهمه که یک کمک کوره، یک باریک شو و دقیق شو و اینها دقیق شو. ببینید خداوند از زبان یاد میکنه و از دلاب یاد میکنه کیفیت از اینها و نقش از اینها در زندگی انسان به چی اندازه است. و بعدش الله سبحانه و تعالی میگه که و هدیناه النجدین. در سرشت انسان دوستان عزیز، یک روز دوام برای شما در سوره مبارکه لیل اگر بیاتون باشه، الله سبحانه و تعالی در کلام خود گفت که این علینا للهدا، بر ما رهنمایی است. چگونه؟ یک کتاب قرآن عظیم شان به دست ما سپرده شد، یک راه هدایت است. دیگر بعثت حضرت رسول علیه السلام به عنوان نعمت دوم. سیوم استعداد خدا بر ما داده، عقل. به می استعداد عقلانی خود انسان خیر و شر را تمیز میکنه، راه را از چاه تمیز میکنه، حق را از باطل تمیز میکنه. بنابراین الله سبحانه و تعالی میگه امی استعداد ما در وجود شما نهادیم و هدیناه النجدین و شما را دلالت به راه کردیم. این راه کدام است؟ راه خیر و شر، راه خوبی ها و راه زشتی ها، راه حق و راه باطل. و بعدش باز مسائل دیگر میاد که میفهم که زمان ما شما هم وقت بوده است، نمیخوام که چون وقت نماز خفتن ما شما میشه و می اندازه. یعنی این سوره ان شاء الله در دو پروگرام پیش خود بردیم و می یک مقدار فعلا اکتفا میکنیم تا روز تا چهارشنبه آینده ان شاء الله. بعد باقی سوره را ان شاء الله الرحمن به لطف پروردگار از جهت ادامه خواهد دادیم. در پایان دعا میکنیم که الله متعال جل و علا همه شما را و همه امت اسلامی خیر دنیا و آخرت نصیب کند، محبت قرآن را در قلوب ما و شما، در قلوب اولادهای ما و شما، در قلوب ازواج ما، در قلوب دوستان و عزیزان ما و شما روشن نگه دارد. الله متعال تابع قرآن داشته باشد، تابع سنت پیغمبر داشته باشد، گذشتگان همه ما و شما هم مسلمانان را قرین رحمت خویش بگرداند، خود ما و شما و اون کافه امت اسلامی را از همه مشکلات در مشکلات دنیوی و اخروی و پناه واسطه کیش نگه دارد. اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين.